آزادی 400 ساله بعد از جرگه دوباره به تعویق افتاد. کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان از دولت خواسته که اطلاعات مربوط به گفتگوهای صلح با طالبان، معلومات در مورد زندانیان این گروه و محور مذاکرات صلح را در اختیار رسانه‌ها، نهادهای مدنی و مردم قرار دهد تا به گفته این کمیسیون از شفافیت در روند صلح اطمینان کامل به دست آید. و از طرف دیگر اعتبار این پروسه نزد مردم بالا برود. در غیر این صورت، به گفته این کمیسیون، مشروعیت این روند زیر سوال رفته و اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد. این در حالی است که گفته می شود آزادی 400 زندانی جنجالی طالبان به تأخیر افتاده است. همچنان طالبان چندی پیش گفتند خطر جدی متوجه زندانیان است. این تأخیر هنوز روشن نیست و منابع در حکومت افغانستان هم در این باره جزئیات نمی دهند. مقامات گفته بودند که این زندانیان باقی مانده طالبان چهارشنبه آزاد خواهند شد. این گروه گفته که تلاش می شود که به این زندانیان حمله شود و روند مذاکرات مختل گردد. سخنگوی طالبان با ارسال خبرنامه‌ای بر رسانه‌ها گفته که طالبان جداً نگرانند و به همه طرف‌های زیربط هشدار می‌دهند که برای جلوگیری از این خطر اقدام کنند و روند انتقال زندانی‌ها با احتیاط و به شکل مسئول انجام شود. پس از آن که لوی جرگه مشورتی صلح با آزادی این 400 زندانی خطرناک موافقت کرد، رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه 10 آگوست فرمان رهاییشان را امضا کرد. همزمان شورای عالی مصالحه افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده افغانستان منتظر مشخص شدن تاریخ آغاز مذاکرات است تا به دوحه سفر کند. این شورا اعلام کرده که فهرست اعضای رهبری و مجمع عمومی آنها نهایی شده و با مشخص شدن تاریخ مذاکرات رسانه‌ای خواهد شد. رهبری این شورا حدود 40 عضو خواهد داشت. مقامات افغان گفته بودند که اولین دور مذاکرات بین الافغانی در 16 آگوست آغاز خواهد شد. پس از آزادی زندانیان باقی مانده طالبان با به تأخیر افتادن آزادی این زندانیان به نظر نمی رسد که مذاکرات به این سرعت آغاز شود. دوستان عزیز، نظر شما در این مورد چیست؟ اگر شما هم نظری دارید می توانید در قسمت کامنت با ما شریک بسازید. تا ویدیو دیگر، بدرود.